فراخان مریم رجوی به مراجع بین المللی برای محکوم کردن سوزاندن عمدی زندانیان توسط رژیم آخوندی در شهر کرد. ضرورت اعزام یک هیئت حقیقت‌یاب برای رسیدگی به جنایات روزمره در زندانهای فاشیسم دینی. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. پانزده اعدام جمعی و جنایتکارانه دیگر به دست دشلیمان خامنه‌ای، از جمله اعدام جمعی 11 زندانی در کرج و 3 اعدام در چابهار. دستگیری بیش از 10 تن از هموطنان بختیاری در شهر کرد توسط ماموران اطلاعات رژیم آخوندی همزمان با سفر آخوند روحانی به استان چهارمحال و بختیاری. اعتراضات هموطنان بختیاری در شهر کرد همزمان با سفر آخوند روحانی و پلاکاردهای اعتراضی در هنگام سخنرانی وی علیه خرابی وضعیت آب و جاده‌ها و خدمات شهری و تقسیمات جغرافیایی. جنگ گرگ‌ها در رأس نظام بین رفسنجانی و خامنه‌ای بر سر ریاست خبرگان و زهر اتمی. یک عضو مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای: نگران نباشید، مجلس خبرگان آینده ما مملو از طرفداران ولایت فقیه و طرفداران تحکیم موقعیت رهبری است. یک رسانه باند رفسنجانی روحانی: اگر شرط سنی 80 سال باشد، چهره های شناخته شده خبرگان اهم از رئیس و لیدرهای آن رد صلاحیت خواهند شد. ادامه آتش‌بس در غزه و مذاکرات در قاهره بین هیئت اسرائیل و هیئت فلسطینی به ریاست عظام الاحمد. پیشنهاد مصر برای افزایش زمان آتش‌بس به 120 ساعت. استعفای سعیده وارثی، اولین زن مسلمان عضو کابینه انگلستان، در اعتراض به حمایت انگلیس از اسرائیل و سکوت در قبال کشتار مردم فلسطین. گزارش‌های رسانه‌ها از ابعاد گسترده تخریب در غزه بر اثر حملات ضد انسانی اسرائیل. تحولات عراق و حملات انقلابیون عشایر. پیشروی انقلابیون در کمربندی بغداد، تهاجم به مقرهای نظامیان مالکی در رضوانیه، سرنگونی یک هلیکوپتر در غرب فلوجه. ادامه فراخوان‌های سیاسی برای جلوگیری از دور سوم مالکی. تهاجم انقلابیون سوری به کاخ ریاست جمهوری بشار اسد در دمشق با موشک‌های کاتیوشا و اصابت یکی از موشک‌ها به دفتر دیکتاتور سوریه. ۲۶ سال پس از فروغ جاویدان، لرزه پایان ناپذیر سرنگونی بر ارکان ولایت و بر سرکردگان رژیم. 278 خبر و گزارش در رسانه‌های رژیم آخوندی در سالگرد فروغ جاویدان ضمن 10 روز از اول تا 11 مرداد 93 با بیش از 2 برابر افزایش به نسبت سال 92. انتهای اخبار.
بینندگان عزیز سلام بر شما. اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را به اطلاع شما میرسانیم. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی واقعی دلخراش جان باختن دست کم 11 زندانی بی‌دفاع در یک آتش سوزی گسترده در زندان شهر کرد را به خانواده های قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان و مصومان آرزوی بهبودی هرچه سریع‌تر کرد و گفت این فاجعه که به خاطر ممانعت نیروهای سرکوبگر از اطفای حریق رخ داد یک جنایت بزرگ ضد بشری از سوی فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که مسئولان آن باید در برابر عدالت قرار گیرند. مریم رجوی عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری را به محکوم کردن سوزاندن عمدی زندانیان فرا خواند و خواستار اعزام یک هیئت حقیقتیاب برای رسیدگی به وضعیت فاجعه بار زندانها در فاشیسم دینی حاکم بر ایران شد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت این شقاوت بی سابقه نمونه ای از فجایعی است که جانیان حاکم طی سالیان بر زندانیان روا داشتند. بربریت حاکم بر ایران باید از خانواده ملل طرد شود و سران آن به خاطر کارنامه سراسر جنایتشان در مقابل عدالت قرار گیرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه‌ای در این باره اعلام کرد عصر روز دوشنبه 13 مرداد ماه به دنبال اعتصاب چند روزه جمعی از زندانیان زندان شهر کرد در اعتراض به شرایط ضد انسانی این زندان، سردشخم زندان برای زهر چشم گرفتن از زندانیان به تنبیه شماری از آنان دست زد. سایر زندانیان در حمایت از همزنجیران اعتصابی خود چند تشک را آتش زدند، اما رئیس زندان به جای تلاش برای اطفای حریق دستور داد تا درهای اصلی زندان را قفل کرده و مانع از کمک رسانی به زندانیان شوند. زندانبانان حتی از کار آتش نشانان زندان که برای نجات زندانیان می‌خواستند یکی از دیوارها را تخریب کنند جلوگیری کردند. زندانبانان در حالی که خود محل را ترک کردند آمدانه زندانیان را در میان شعله‌های آتش رها کردند. مقامات اطلاعاتی رژیم در این استان شبانگاه با صدور دستورات محرمانه‌ای به شهردار و مدیرعامل سازمان آتش نشانی این شهر آنها را از هر گونه اطلاع رسانی در مورد این جنایت منع کردند. رژیم ضد بشری آخوندی 15 تن را در شهرهای کرج و چابهار به دار آویخت و به این ترتیب شمار اعدام شدگان از روز دوشنبه تا کنون به 18 تن رسید. صبح روز چهارشنبه 15 مرداد ماه دشقیمان رژیم در یک اعدام جمعی 11 زندانی را در زندان مرکزی کرج به دار آویختند. دو تن از اعدام شدگان عباس خورشیدی و رضا فلاح نام دارند. دشقیمان رژیم آخوندی طی چند روز گذشته این زندانیان را به سلولهای انفرادی منتقل کرده بودند. رژیم آخوندی در همین روز یک زندانی را در ملأ عام در کرج به دار آویخت. روز دوشنبه 13 مرداد ماه نیز 3 زندانی در زندان مرکزی چابهار به دار آویخته شدند. دیکتاتوری آخوندی تاکنون خبری در این رابطه منتشر نکرده است. روز دوشنبه همچنین 3 زندانی در شیراز در ملأ عام اعدام شدند. بر اساس یک خبر دریافتی رژیم ضد بشری آخوندی قصد اعدام جمعی 15 تا 17 زندانی دیگر را در زندان بندرعباس دارد. دشیمان زندان مرکزی بندرعباس به زندانیان محکوم به اعدام در این زندان گفتند حکم اعدام 15 الی 17 نفر توسط دفتر اجرای احکام تایید شده و قرار است طی روزهای آینده این حکم اجرا گردد. گسترش اعدام‌های جمعی به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت و مقابله با خیزش‌های اجتماعی است. جواد لاریجانی، تئوریسین شکنجه و سنگسار در دستگاه قضایی آخوندها گفت ما به نظام قضایی خود افتخار می‌کنیم و از احکامی مانند قصاص و سنگسار ناراحت نیستیم. این دشخیم قضایی آخوندی به طور مضحکی رژیم ضد بشری آخوندی را با بیش از 800 اعدام در سال بزرگترین دموکراسی در منطقه معرفی کرد. خود چرا میدونن که دموکراسی ایران بسیار ریشه داره. دموکراسی ایران که یه چیز
شوخی و سوری و کازمتیک نیست، چیز کاملا اصالی و ریشه‌دار و قوی است. بزرگترین دموکراسی منطقه است، تنها دموکراسی منطقه است. حالا شما در این گزارش ها ببینید، میگن فلانی 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 رو شما زندان کردید، اینها دفاعشون قدرت دفاع نداشتن، زندان برایشون ناراحت کننده و شکنجه روحی دیدن. مگر زندان مثلا هتل موتل چی است؟ شما باید بگید ما در زندان کدوم تخلف رو کردیم؟ زندان خود قواعد بین المللی داره. در آستانه سفر آخوند روحانی به استان چهارمحال و بختیاری، ماموران اطلاعاتی رژیم آخوندی بیش از 10 تن از هموطنان بختیاری را در شهر کرد دستگیر کردند. آنها قصد داشتند همزمان با ورود آخوند روحانی به این شهر در یک حرکت اعتراضی شرکت کنند، اما توسط ماموران اطلاعاتی رژیم بازداشت شدند. مردم شهر کرد هنگام سخنرانی آخوند روحانی با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراض خود را نسبت به وضعیت آب، تقسیم بندی جغرافیایی شهرها، وضعیت جاده ها و خدمات شهری در استان چهارمحال بختیاری اعلام داشتند. آخوند روحانی در سخنرانی خود در شهر کرد در مورد عقب نشینی در مذاکرات اتمی گفت: امروز سیاست خارجی نظام با دیروز متفاوت است. دنیا می داند دیگر تهدید یا تحریم در برابر این ملت بزرگ تأثیرگذار نیست. ما نرمش قهرمانانه خواهیم داشت، همانطور که رهبری فرمودند. نرمش ذلیلانه ممنوع است. دادستان جنایتکار قزوین اعلام کرد که در ماه رمضان در قزوین 200 تن به بهانه روزخاری توسط دشخیمان رژیم شلاق خوردند. آخوند نیارکی این اقدام را بی نظیر توصیف کرد و گفت امسال 400 نفر به جرم روزخاری در ملأ عام در قزوین دستگیر شدند. اسدالله اسکرولادی از گردانندگان اتاق بازرگانی رژیم در مقابل ادعاهای مقامات دولت آخوند روحانی مبنی بر مهار تورم گفت قیمت نان، شیر، گوشت و اجاره بها پایین نیامده و بنابراین کنترل تورم تنها در حد یک حرف است. وی افزود دولت تنها تورم را در ظاهر کاهش داده است. آخوند روحانی در سخنرانی روز چهارشنبه خود در شهر کرد شایدانه ادعا کرد امروز هم در مغازه ها، هم در کالاها، هم در اجناس، هم در ارز، هم در بازار بورس و هم در سکه و طلا ثبات و آرامش بازگشت است. زمین سازی ولی فقیه ارتجا برای جلوگیری از ریاست مجدد رفسنجانی در خبرگان و همزمان با آن محاکمه پسر رفسنجانی، جنگ گرگ‌ها در رأس نظام آخوندی بین رفسنجانی و خامنه‌ای را تشدید کرده است. به گزارشی در این باره توجه فرمایید. در ادامه دورخیز باند ولی فقیه ارتجا برای حذف رفسنجانی از مجلس خبرگان ارتجا، آخوند حائری از اعضای این مجلس گفت هیچ نگران نباشید، مجلس خبرگان آینده ما مملو از طرفداران ولایت فقیه و طرفداران تحکیم موقعیت رهبری است و درباره آن اضطراب جایی ندارد. جدیدترین تاکتیک برای کنار زدن رفسنجانی کهولت سن است که از سوی شورای نگهبان رژیم مطرح شده است. یک سایت وابسته به باند رفسنجانی روحانی سن اعضای کنونی این مجلس را در جدولی جمع‌آوری کرد که بر اساس آن رفسنجانی به همراه 27 تن دیگر مشمول کهولت سن می شوند. این سایت نوشت چهره های شناخته شده مجلس خبرگان اعم از رئیس و لیدرهای این مجلس همگی بالای 80 سال دارند و اگر شرط سنی در مجلس خبرگان 80 سال باشد همه این افراد رد صلاحیت خواهند شد. در همین حال پاسدار رحیم صفوی و پاسدار محسن رضایی مطالبی علیه رفسنجانی نوشتند که با پاسخ آخوند علی خانی مشاور پارلمانی رفسنجانی مواجه شد. او نوشت آقایان رحیم صفوی و رضایی اخیراً به شکل جداگانه اتهامات ناروایی را متوجه رفسنجانی کردند و حتی صفوی در کمال بی‌انصافی رئیس مجمع تشخیص مصلحت را به قدرت طلبی متهم کردند.
دوست ندارم که مدعی شوم این عزیزان با علم به حمایت 100% امام از تصمیم‌های آقای هاشمی در خلال جنگ در آن زمان اگر جسارت و جرأت داشتند در برابر حضرت امام نیز می‌ایستادند. انتشار سخنرانی منتشر نشده رفسنجانی در سال 68 که طی آن وی به زدن توی سر ولی فقیه ارتجا پرداخته بود خشم خامنه ای را برانگیخت و از طریق یکی از رسانه های وابسته به خود خاطر نویسی های او و از جمله تهدید به افشاگری های او را مورد حمله قرار داد. این رسانه وابسته به خامنه ای نوشت: اقدام عجیبی که طی چند سال گذشته از سوی هاشمی رفسنجانی انجام می شود این است که در برهه از زمان که برای کشور حساس بوده و یا حواشی خاصی اطراف او و یا خانوادهش به وقوع می پیوندد به ناگاه بخشی از خاطرات پر ابهام و حاشیه ساز گذشته خود را منتشر کرده و نه تنها برای مردم کشور دچار ابهام و نوعی پارادوکس می کند بلکه سوژه خوبی را برای رسانه های ضد انقلاب تا مدت ها فراهم می آورد. چرا این گونه مطالب بلافاصله خبر نخست سایت هاشمی می شود؟ سمت و سوی این نقل قول از یک سو و بالا گرفتن دادگاه مهدی هاشمی از سوی دیگر چه چیز را نشان می دهد؟ با خبرهای پیرامون تحولات غزه اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. آتش بس 72 ساعته در غزه که از صبح سه‌شنبه آغاز شده ادامه دارد. با حاکم شدن آرامش نسبی در غزه روز سه‌شنبه برخی از ساکنان شمال غزه به خانه‌های ویران شده خود بازگشتند. تلویزیون الجزیره در گزارشی حجم ویرانی‌های ناشی از حملات اسرائیل به غزه را غیر قابل تصور توصیف کرد و افزود محلاتی از غزه توسط نیروهای اسرائیلی به کلی منهدم و با خاک یکسان شدند و نیروهای اسرائیلی حتی زمینهای کشاورزی آنها را نابود کردند. مقامات فلسطینی خسارات ناشی از حمله اسرائیل به نوار غزه را حدود 6 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. در دومین روز از آتش بس در غزه تعداد بیشتری از اجساد فلسطینیانی که در حملات اسرائیل کشته شده اند از زیر آوار بیرون کشیده شدند. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که حملات اسرائیل به غزه 1875 شهید و 9567 زخمی داشته است. در میان شهدا 430 کودک، 243 زن و 75 سالمند وجود دارند و در میان مجروحان نیز 2878 کودک، 1854 زن و 374 سالمند مشاهده می شود. مذاکرات هیئت فلسطینی با اسرائیل با میانجیگری مصر در قاهره ادامه یافت. هیئت اسرائیلی متشکل از رئیس اطلاعات اسرائیل و رئیس اداره سیاسی و امنیت وزارت دفاع و معاون سیاسی نخست وزیر اسرائیل جهت شرکت در این مذاکرات به قاهره رسیدند. شبکه تلویزیونی المیادین لبنان اعلام کرد مصر پیشنهاد کرد زمان آتش بس در غزه به 120 ساعت افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری ها از قاهره مقام های امنیتی مصر علاوه بر توافقنامه پیشنهادی این کشور شروط فلسطین را هم با نمایندگان اسرائیل مطرح کردند. بنا به گفته منابع مطلع اسرائیل با 4 شرط از شروط مطرح شده توسط فلسطینی ها موافقت کرده است که عبارتند از توقف حملات به غزه، برداشتن محاصره غزه، آزادی زندانیان و آزادی ماهیگیری در فاصله 12 کیلومتری ساحل غزه. بر اساس این گزارش مذاکره کنندگان اسرائیلی هنوز با 3 شرط یعنی افتتاح فرودگاه و بندر غزه و ایجاد مسیر تردد از غزه تا کرانه باختری موافقت نکردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه جهانی بی بی سی گفت آتش بسی که هم اکنون در غزه برگزار شده است باید به روکرد وسیع‌تر راه حل دو دولتی منجر شود که امنیت را برای اسرائیل فراهم کرده و زندگی بهتر و آزادی‌های بیشتری را برای فلسطینیان ایجاد کند. ریاض المالکی وزیر خارجه دولت فلسطین روز سه‌شنبه گفت که دولت او در نظر دارد خواستار عضویت در دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه شود تا بتواند اسرائیل را به عنوان مسئول جنایات جنگی در سرزمین‌های اشغالی معرفی کند. و
وی افزود اسرائیل برای ما راهی جز این نگذاشته است. سعید وارسی عضو کابینه انگلستان در امور روابط خارجی روز سه‌شنبه در اعتراض به حمایت انگلیس از اسرائیل و سکوت در قبال کشتار فلسطینی ها در غزه استعفا داد. این وکیل 43 ساله پاکستانی تبار اولین زن مسلمانی است که وارد کابینه انگلستان شده بود. وی روز سه‌شنبه در توییترش نوشت: با تأثر عمیق امروز صبح استعفایم را خطاب به نخست وزیر اعلام کردم. من بیش از این نمیتوانم از سیاست‌های دولت در ارتباط با غزه حمایت کنم. اد میلیباند رهبر حزب کارگر انگلستان تصمیم سعید وارسی را اصیل و صادقانه خواند و از دیوید کامرون خواست در موضع خود درباره غزه تجدید نظر کند. از سوی دیگر معاون نخست وزیر انگلستان خواستار تعلیق مجوز صادرات سلاح به اسرائیل شد و گفت ارتش اسرائیل در غزه از حد خود پا را فراتر گذاشته است و به همین دلیل مجوز صادرات تسلیحات به آنها باید لغو شود. با خبرهای از تحولات عراق اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. به گزارش تلویزیون التغییر پیشروی انقلابیون در کمربندی جنوبی بغداد ادامه دارد. انقلابیون وارد بخش قصر الاوسط وابسته به شهرستان محمودیه شدند و با شبه نظامیان درگیر گردیدند. در رضوانیه نیز تعدادی از گروهانهای ارتش را به تصرف خود درآوردند. التغییر افزود انقلابیون یک هلیکوپتر را در منطقه فلاحات در غرب فلوجه سرنگون کردند. انقلابیون بخش بروانه و حقلانیه و مقر گروهان یکم از ارتش و مزدوران محلی مالکی را به تصرف خود درآوردند. به گزارش تلویزیون رافدین، شورای کل انقلابیون عراق آمار جدیدی از نظامیان مالکی که در ماه ژوئیه کشته شده اند منتشر کرد. بر اساس این آمار حدود 700 تن از نظامیان مالکی از جمله افسرانی در رمادی، گرمه، بابل، صلاح الدین و بغداد کشته شدند. این شورا افزود انقلابیون 8 هلیکوپتر را سرنگون ساختند، 16 تانک و بیش از 100 خودروی نظامی و نفربر را منهدم کرده و تعداد دیگری را نیز از دور خارج کردند. به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، یکی از گردانندگان سپاه بدر در عراق در جریان درگیری‌ها به هلاکت رسید. این خبرگزاری که از آخوند به هلاکت رسیده به عنوان یکی از خطبای برجسته یاد می‌کرد، گزارش داد یکی از فرماندهان نظامی و از رهبران سپاه بدر در جریان درگیری‌ها در استان کرکوک کشته شد. خبرگزاری المدو پرس گزارش داد جعفر صدر فرزند مؤسس حزب الدعوه به مخالفت با دور سوم مالکی برخاست و از اتحاد ملی خواست تا به ائتلاف کردی و اتحاد نیروهای ملی برای معرفی کاندید نخست وزیری در مهلت مشخص شده در قانون اساسی بپیوندد. وی گفت دور سوم نخست وزیری مالکی به معنی پایان عراق متحد و گسستن بافت مردم متحد جامعه عراق و ادامه سیاست های فاجعه بار است. دکتر عیاد علاوی رئیس ائتلاف الوطنیه در مصاحبه با تلویزیون العربیه گفت رژیم ایران مداخله‌گر اصلی در عراق است و تصمیمات سیاسی عراق را به صورت استراتژیک در انحصار گرفته است. بسیار روشن است به دلیل اینکه موضوع نخست وزیری در تهران بحث می شود ولی بین گروه های عراقی بحث نمی شود و این موضوع بسیار دردناکی است و به همین دلیل است که ما در حال حاضر در یک تنگنای بزرگ قرار گرفته ایم و همه جهان شاهد آنچه بر مردم عراق می گذرد هستند. به ادامه خبرها توجه فرمایید. گردان‌های اپوزیسیون سوریه در دمشق کاخ ریاست جمهوری بشار اسد را با موشک‌های کاتیوشا هدف قرار دادند. کمیته‌های هماهنگی انقلاب سوریه اعلام کردند
یکی از این موشک‌ها به دفتر ریاست جمهوری اصابت کرد و دیگری در پارکینگ افسران کاخ، در حالی که تعدادی از مقامات رژیم اسد در آنجا حاضر بودند، فرود آمد. در پی کشیده شدن آتش جنگ سوریه به داخل لبنان، جریان 14 مارس لبنان با محکوم کردن دخالت حزب الشیطان در سوریه، این تشکل وابسته به رژیم آخوندی را مسئول آنچه که در ارسال لبنان رخ می‌دهد دانست. فؤاد سینیوره، نخست وزیر پیشین لبنان، گفت دخالت نظامی حزب الله در سوریه لبنان را به جنگ‌های جاری مرتبط کرده است و دولت و مردم و ارتش این کشور را به ورطه خطرناکی انداخته. سمیر جعجع، رئیس حزب نیروهای لبنان، نیز شرکت حزب الشیطان در جنگ سوریه را علت اصلی مشکلات در ارسال دانست و خواستار خارج شدن حزب الشیطان از سوریه شد. سمیر جعجع، رئیس حزب نیروهای لبنان، گفت شرکت شبه نظامیان حزب الله در جنگ سوریه و حمایت از بشار اسد علت اصلی مشکلات در ارسال است و تا زمانی که حزب الله به این کار ادامه می‌دهد، مردم و ارتش لبنان در معرض خطر قرار می‌گیرند و تنها راه حل عقب کشیدن حزب الله از لبنان است. شبکه حقوق بشر سوریه گزارش داد بر اثر بمباران حومه دمشق توسط هواپیماهای رژیم جنایتکار اسد 64 تن جان باختند. این شبکه افزود در ماه ژوئیه گذشته بیش از 5000 سوری توسط نظامیان اسد کشته شدند. خبرگزاری رویتر با مخابره این خبر افزود در جنگ 3 ساله بمباران‌ها، درگیری‌ها و اعدام‌ها روزانه 150 کشته در این کشور بر جای می‌گذارد. سایر خبرهای جهان. عربستان سعودی 1 میلیارد دلار به ارتش لبنان برای مبارزه با بنیادگرایی افراطی کمک کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، که در جده با خبرنگاران سخن میگفت، این خبر را اعلام کرد. به تاکید کرد این کمک مالی 1 میلیارد دلاری برای حفظ امنیت لبنان به این کشور داده شده است. خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد ارتش لبنان در چند روز گذشته درگیر نبردی سنگین با بنیادگرایان افراطی در شهر ارسل در مرزهای مشترک خود با سوریه است. در ژاپن ده ها هزار نفر در مراسم یادبود قربانیان حمله اتمی آمریکا به هیروشیما شرکت کردند. 69 سال پیش آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم برای واداشتن ژاپن به تسلیم بمب اتمی روی شهر هیروشیما انداخت. تخمین زده می شود که حدود 70 تا 140 هزار نفر در این حمله یا بر اثر تبعات آن کشته شدند. این مراسم با حضور بازماندگان، خیشاوندان، قربانیان، مقام‌های رسمی ژاپن و کشورهای دیگر با نواختن زنگ در ساعت 8:15 صبح به وقت محلی آغاز شد. این ساعتی است که بمب آمریکا بر هیروشیما فرود افتاد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، و کارولین کندی، سفیر آمریکا در ژاپن، از جمله حاضران مراسم بودند. به یک خبر علمی توجه فرمایید. در یک تحول تاریخی در تحقیقات قضایی، روز فضایی، روز چهارشنبه، کاوشگر روزتا متعلق به آژانس فضایی اروپا، بعد از یک سفر 10 ساله به نقطه هدف خود در مدار ستاره دنباله‌دار چوری در حدود 0.5 میلیارد کیلومتری کره زمین رسید. کاوشگر روزتا طی 10 سال گذشته 6.5 میلیارد کیلومتر را طی کرد تا هدف دانشمندان برای تحقیق بر روی ستاره دنباله‌دار چوری محقق شود. این اولین بار است که محققان می توانند یک ستاره دنباله‌دار را از این فاصله نزدیک مورد بررسی قرار بدهند. ستاره‌های دنباله‌دار شواهدی از مواد اولیه تشکیل دهنده منظومه شمسی به شمار می‌روند. بنا به برخی از تئوری‌ها، این ستاره‌ها با آوردن آب و مولکول‌های عالی در ظهور زندگی در کره زمین نقش داشتند. کاوشگر روزتا برای پیشبرد تحقیقات درباره ستاره دنباله‌دار چوری بیش از 1 سال در مدار آن خواهد ماند و در مسیر حرکت آن به سمت خورشید آن را دنبال خواهد کرد.
این کاوشگر روز 11 نوامبر تلاش خواهد کرد رباتی را بر سطح چوری قرار بدهد. بینندگان عزیز، خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. ضمن خداحافظی، توجه شما را به ویژه برنامه 26 سال پس از فروغ جاویدان، لرزه پایان ناپذیر سرنگونی بر ارکان ولایت و بر سرکردگان رژیم جلب میکنیم. همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار همگی شما. 26 سال پس از فروغ جاویدان، لرزه پایان ناپذیر سرنگونی بر ارکان ولایت و بر سرکردگان رژیم. 278 خبر و گزارش در رسانه‌های رژیم آخوندی در سالگرد فروغ جاویدان، ضمن 10 روز از اول تا 11 مرداد 93 با بیش از 2 برابر افزایش به نسبت سال 92. شش سال پس از عملیات کبیر فروغ جاویدان، رژیم آخوندی امسال در سالگرد این عملیات بار دیگر با 278 خبر و گزارش در رسانه‌هایش لرزه پایان ناپذیر سرنگونی در ارکان و سرکردگان رژیم را به نمایش گذاشت. آنچه در این گزارش می‌بینید خلاصه و نمونه‌هایی از گزارش‌ها و واکنش‌های رژیم در این زمینه است. حکومت آخوندی اذعان می کند که امسال به طور گسترده و فوق‌العاده به برگزاری همایش‌ها، نمایش‌ها، بزرگداشت‌ها، جشنواره‌ها، ساختن ماکت‌های منطقه عملیات، تهیه فیلم و نرم‌افزار و انتشار کتاب‌ها، راه‌اندازی مسابقات هنری و ورزشی، تهیه تمثال، نامگذاری میادین و بزرگراه‌ها، نامگذاری یک روز به نام روز ملی کرمانشاه، انتشار صدها خبر و مقاله و مطلب و شعر، بسیج ادارات و دستگاه‌های دولتی و تریبون نمایشات جمعه و مساجد محلات و شهرها پرداخته است. پخش برنامه‌های متنوع و فیلم‌های سینمایی از شبکه‌های مختلف تلویزیون آخوندی، تهیه برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های مستند علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و رهبری مقاومت با صرف هزینه‌های کلان، بخش دیگری از اقدامات اعلام شده رژیم در این زمینه است که کماکان ادامه دارد. سرهمبندی کردن 200 خبر و گزارش، ارائه 30 فیلم و مستند، تبلیغ و انتشار 7 کتاب، 2 فقره نرم‌افزار و 1 سایت جدید در این شمار است. سرهنگ مرادعلی محمدی، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه، برنامه‌های متنوع بزرگداشت سال روز مرصاد در استان کرمانشاه را تشریح و تصریح کرد. انتقال ارزش‌های این حماسه ماندگار به نسل‌های سوم و چهارم انقلاب اسلامی وظیفه خطیر ادارات و دستگاه‌های فرهنگی است.
محمدی گفت چاپ تمثال شهدای این عملیات و نصب آن در سطح شهر از برنامه‌های پیشنهاد شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه به شمار می‌رود. خبرگزاری سپاه پاسداران 29 تیر 93. معاون فرهنگ اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم استان کرمانشاه بهرام میرزایی برگزاری مراسم بزرگداشت حماسه مرصاد در سطح استان، انجام تبلیغات محیطی و دعوت از ادارات و سازمان‌ها برای شرکت در مراسم گرامی داشت روز مرصاد را از برنامه‌های در نظر گرفته شده اعلام کرد. برگزاری جشن بزرگداشت حماسه مرصاد در سطح شهر کرمانشاه و برنامه ریزی برای نامگذاری یکی از میادین و بزرگراه‌ها به نام مرصاد از جمله برنامه‌های این روز محسوب می‌شود. وی تهیه و توزیع بسته‌های فرهنگی، برگزاری مسابقات ورزشی در سطوح مختلف سنی و نامگذاری مسابقات ورزشی به نام این عملیات را از برنامه‌های دیگر عنوان کرد. تهیه ماکت عملیات و نصب 4 فروند هلیکوپتر در محل یادمان هزینه خواهد شد. کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه نیز به مناسبت سالروز عملیات مرصاد ویژه برنامه‌های مختلفی را اجرا می‌کنند. تهیه و توزیع سی‌دی مستند با موضوع معرفی چهره‌های منافقان از دیگر برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه در سال روز عملیات مرصاد است. خبرگزاری سپاه پاسداران 5 مرداد 93. همزمان با سالگرد شکست منافقان در عملیات مرصاد، با پخش 32 فیلم سینمایی و تلویزیونی از شبکه‌های مختلف برگزار می‌شود. به مناسبت فرارسیدن عملیات مرصاد، از 12 کتاب از مجموعه روایت انصار که درباره نقش رزمندگان همدانی در عملیات مرصاد است با عنوان قراویز تا مرصاد رونمایی می شود. در قالب 8 فصل و حدود 650 صفحه آمده است. خبرگزاری سپاه قدس 2 مرداد 93. مرکز اسناد انقلاب اسلامی همزمان با سالروز عملیات مرصاد 3 عنوان از تازه ترین آثارش را در مورد مجاهدین معرفی کرد. کتاب عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین تألیف محمد علی صدر شیرازی نخستین عنوان از این مجموعه کتاب هاست در شمارگان 1500 نسخه و 428 صفحه و به قیمت 135 هزار ریال در سال 92 روانه بازار نشر شده است. این ناشر به تازگی کتاب دیگری را نیز با عنوان از مجاهدین تا منافقین به قلم مهدی حقبین منتشر کرده است. این کتاب در 568 صفحه و با قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است و در 27 نمایشگاه کتاب رونمایی شده است. مرکز اسناد انقلاب اسلامی همچنین به تازگی کتابی را نیز با عنوان خداوند اشرف از ظهور تا سقوط منتشر کرده است که به قلم سید حجت سید اسماعیلی است. این کتاب در 936 صفحه با قیمت 30500 تومان منتشر شده است. چهارمین شماره از نشریه رمز عبور با عنوان اصلی محرمانه‌های 598 منتشر شد. رمز عبور این ماه همچنین ناگفته‌های از مجاهدین و روایتی تازه از عملیات مرصاد را با عنوان نابودی در 4 زبر در قالب 1 کتاب ضمیمه منتشر کرده است. خبرگزاری سپاه قدس 4 مرداد 93.
نقش تیپ قائم استان سمنان در نبرد و مبارزه با مجاهدین در روزهای پایانی 8 سال دفاع مقدس آنقدر با اهمیت است که حالا کتاب توصیفی و تحقیقی نقش تیپ قائم در عملیات مرساد در دست تدوین است. خبرگزاری ایرنا 5 مرداد 93. همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر و در سال روز عملیات مرساد، سایت یا شهید به همت خادمان شهید در گلزار شهدای بهشت زهرا افتتاح شد. خبرگزاری سپاه قدس 6 مرداد 93. توزیع اسناد از کارشکنی‌های مجاهدین در کشورهای عربی. ترجمه کتاب انتفاضه شعبانیه به زبان عربی و توزیع آن در کشورهای عربی منطقه. این کتاب دروغ پردازی در مورد نقش سازمان در عراق است. سپاه قدس 11 تیر 93. تبلیغ مجدد کتاب سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام پس از 9 سال که از انتشار آن می‌گذرد. سایت وزارت اطلاعات هابیلیان ضمن تبلیغان نوشته است این کتاب به صورت کتاب دیجیتالی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. سایت وزارت اطلاعات هابیلیان 31 تیر 93. جامع‌ترین ویژه‌نامه الکترونیکی عملیات مرساد به روز رسانی شد. از دیگر بخش‌های این ویژه‌نامه مقالات درباره عملیات مرساد به 3 زبان فارسی، انگلیسی و عربی، گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران، کتابشناسی عملیات مرساد و گالری عکس و فیلم این عملیات می باشد. سایت وزارت اطلاعات هابیلیان 4 مرداد 93. نرم افزار چند رسانه‌ای مرساد کمینگاه خداوند توسط سایت وزارت اطلاعات هابیلیان منتشر شد. 99 مقاله، 27 مصاحبه، روایت 26 عضو جدا شده از مجاهدین، بازتاب در روزنامه‌های اطلاعات، جمهوری اسلامی، کیهان و همشهری، اعتراف دستگیر شدگان، معرفی 37 کتاب و 70 خاطره و انتشار 80 قطعه عکس و سند و 10 ها ساعت فیلم و صوت از عملیات مرساد در این اثر چند رسانه‌ای گردآوری و عرضه شده است. سایت وزارت اطلاعات هابیلیان 5 مرداد 93. عملیات مرساد در حالی آغاز شد که ما قطعنامه 598 رو با توجه شرایطی که پیش اومده بود پذیرفته بودیم، یعنی در دقیقاً 27 تیر ماه 1367 با کارشناسای نظامی و اقتصادی همه کشور به این نتیجه رسیدن که قطعنامه پذیرفته بشه. امام هم تایید کردن پذیرش قطعنامه رو. در اصل منافقین هم یه عملیات چند ماه قبلش تو مهران انجام داده بودن و اونجا این شعار داده بودن که امروز مهران، فردا تهران، یعنی این شعار داده بودن. خیلی احساس غرور میکردن و در نهایت به اینجا رسید که اینا برنامه ریزی هم داشتن که اول مهر سال 67 یه همچین عملیاتی رو بخوان انجام بدن. اگر خدا نخواسته ما در عملیات مرساد موفق نمیشدیم، معنیش این بود که تمام نتیجه 8 سال دفاع مقدس رو از دست میدادیم. ما آمدم با آقای مومیون پشت فرمان بود، چند تا قبضم اصلاح پشت تیر بود که آمدم همینجا دیدم رسیدم پای تانک. به تصوری که ما هنوز اینطوری که اینا عراقی هم وقتی سر بلند کردم دیدم نه، تانک جلو که وایساده، یه طرفش پرچم ایران با آرم شیر خورشید، طرف دیگه‌ش مال سازمان منافقین بود. سربازی یه
تقریبا جوان 18-20 ساله واسه بود، ما رو آورد پایین، منو آقای مومیوند گفت از کجا میایین؟ گفتم شهر. گفت اومدی یا؟ گفتم اومدیم اینجا. گفت چی کاره؟ گفتیم کارمندی. گفت ریشه چیه؟ البته اصلا جسم گرفته رو سینمانا، یعنی گرفته بود. بعد خوب بود ماشین تماشا نکرد، چون ماشین توی در 20 قضای اصلای کلاش رو اینا هم بود. تیشتم گفتم که برای ریشه، مگر ریش ممنوعه، خاص خدا کمک کرده از ما چیزی نبود. گفت بریم بخواب، البته نشناختم. گفت بریم بخواب این کنار جاده، هر کسی میدیدم میخواب این کنار جاده. نهایتا یه آتش سوزی بسیار عظیمی اینجا ایجاد شد که اصلا میخوام بگم در طول جنگ فقط من یک نقطه به اصطلاح دیده بودم، اونم کربلا 5 بود که انقدر اونجا آتش روشن شده بود که اینجا هم باید بگیم که همون شباهت رو داشت. با توجه به محدودیت زمانی که داشت، سرنوشت نظام داره در وضعیت خطرناکی قرار میگیره، در یک چنین وضعیتی طوری بود که تقریبا کار ما و عملیات ما خانه به خانه انجام میگرفت، کوچه به کوچه ما پیشروی میکردیم. سازماندهی کرده بودن در قالب 5 تا لشکر که لشکر پنجمشون لشکری بود به نام لشکر سیمرغ. سازماندهی اینا عمل لوجستیک و پشتیبانی و تدارکاتی کاملا از تهران تا بغداد بود. اتفاق بعدی که افتاد بچه لشکر بد بودن، اولین درگیری جدی با اینا بچه لشکر بد بودن، داشتن نیروی بردن جنوب تو دشت حسن آباد بینا برخورد کردن. منافقین که اینجا رسیدن تو دهنه تنگ مرساد با بچه بد درگیر شدن، بعد در حد یه رو 20 دقیقه درگیری شد، چون هوا تاریک بود اینا متوقف شدن، یه مقدار عقب نشینی کردن. شهدای بزرگواری مثل شهید سردار بزرگ شهید شوشتری که فرمانده قرارگاه نجف بود و من خاطره از ایشان دیگه فرمودن که موقعی که من تو گردنه مرصاد بودم، سید احمد آقا از قول امام یک دستوری به من داد، گفت که آیه شوشتری شما که تو قرارگاه نجف هستید تو منطقه غرب، بودن و نبودن شما یعنی مجموعه سپاه پاسداران دشمن رو باید دفع بکنید. نبردی که در واقع ما داشتیم با منافقین روی ارتفاع یک نبرد شاید بگم تن به تن، یعنی به فاصله 10-20 متری بود، یعنی به حدی به هم نزدیک بودیم که دیگه از سلاح‌های به قول معروف سبک همش استفاده می‌کردیم. من و سردار نوحی پیاده راه افتادیم به طرف اسلام آباد، هیچ ماشینی هم به اون طرف نمی‌رفت. ما به یک باره دیدیم که یک ماشینی از خودی‌ها میاد، ماشین جیپ ارتش بود، دست نگه داشتیم که ما رو برسونید. یک دفعه ما دیدیم این ماشین جیپ و یک سلاحی تیراندازی شد به طرفش، ماشین جیپ تیر خورد و از بالای جاده افتاد پایین جاده، اونجا جاده بلندتر از زمین های اطرافه. ما ندونستیم این از کجاست، رفتیم جلوتر، حالا نگو اینه که دارم میان منافقین هم در این عملیات به قول خودشون تمام سازمان رو به میدان میارن، تقسیم بندی میکنن که خیلی خوب میخوام بریم داخل ایران، هر کسی چه کار بکنه در این تقسیم بندی که اسنادش دست ما افتاده، به صراحت دست خطاشون هست. مثلا میگن که از قرارگاه خانقین اشرف کی حرکت کنیم، از مرز کی بگذریم، به قصر شیرین کی برسیم، کی سر پل زهاب رو ازش رد بشیم، کی به اسلام آباد، به باختران، به همدان، به قزوین و سپس به تهران. آغاز یک عملیات تحت عنوان فروغ جاویدان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند و عملیات رو در سوم مرداد ماه سال 67 از منطقه خسروی به سمت قصر شیرین
سپس سرپل زهاب و بعد اون کرند غرب و در نهایت اسلام آباد غرب آغاز کردن. گردنه حضرت پشت سراب کردیم و اونجا عقب نشینی کردیم و اونجا یک خط پدافندی تشکیل دادیم. اونها در عرض یک ساعت شاید تا ساعت 4 بعد از ظهر 4 و نیم بعد از ظهر هر دو شهر سقوط کرد. در حین حرکت هم چند تا بلندگو پشت تو ستون اینا بود که مرتب شعار میداد و صحبت میکردن که ملت به ما بپیوندید، ما برای آزادی شما آمدیم و میخوایم شما را آزاد کنیم. و تمام شب تا صبح بیدار بودیم. بعد آوردن ماشینا مجددا 10 تونا را آوردن گفتن سریع سوار بشید. ما را کنار کشیدن گفتیم چه خبر آقای مرادی؟ ما با چند از فرمانده بردان و اینا صدا گفتن شهر اسلام آباد دیشب سقوط کرده. تقریبا ساعت 6:30 بعد از ظهر روز سوم اینها شهر کرنغرم به اصطلاح گرفتن و به تصویر خودشان در آوردن. نهایتا منافقین از کرن میگذرن و به طرف اسلام آباد غرب. میدان امام که وسط شهر هست و ورودی شهر کرم به طرف اسلام آباد، یه مرتبه مردم میبینن ماشین‌هایی که بر بالای اینها نیروهایی هستن که تقریبا همه ایرانی هن. چون ایرانی هم صحبت میکردن، خب منافقین خب عراقی نبودن، ایرانی بودن. ما از فاصله تقریبا چیزی 1500 متر 2000 متری میدیدیم اینها رو تو خیابان و بالای ساختمان‌ها هم برای خودشان اینها گرفته بودن. گفتیم حالا چطور وارد بشیم؟ این جاده تخت و کفی چیزی نزدیک 2 کیلومتر یه دونه درخت هم نیست روی جاده آسفالت، ما میخواییم بریم تو شهر. خب اینا هم که روبروی ما 2000 متری تانک و تیربار و همه چیزم جاده رو کاملا رو به جاده مستقیم، ما چطوری میتونیم با اینا درگیر بشیم؟ گفتن خب ما حالا نشستن فرمانده ها دیگه فرمانده تیب آمدن برنامه ریزی کردن، گفتن چند تا مینی کاتوشی ها کاتوشی ها آوردن، گفتن با خمپاره ما این ماشین های تانک و نفر براشون که وسط جاده توی شهر هستن جلوبروی ما و روی ساختمان ها را ما شروع میکنیم به آتش زدن میزنیم اینها را. من با امیر حسنی سردین فرمانده نظامی ها که تماس کردم گفتم خیالتون راحت باشه اینجا دو گردان از سپاه داره. گفت نه اون سپاهی ها اونا سپاهی نیست، ما هیچ نیرویی در اونجا نداریم. گفتم پس کی اینا؟ گفت یه دفعه بره شناسایی بکنید. دفعه بعد که هلیکوپتر دو فروند هلیکوپتر فرستادیم رفت شناسایی بکنید که تیراندازی کردن به سمتشون، تیراندازی کردن متاسفانه مورد اصابت واقع شد که دیگه خلبان ها فهمیدن که اونا نیروهای دشمنه که برخورد کردن. نیروهای زرهی زیادی داشتن، پرقدرت وارد شدن در اینجا. هوانیروز قهرمان نقش خودشو ایفا کرد و با استفاده از عوارض زمین و تنگه‌های حسن آباد و چارزبر از اطراف ارتفاعها شروع کرد به اینها حمله ور شد و شکار تانک آغاز کرد و ستون عظیم تانک‌های اینها که با سرعت زیادی حمله ور می‌شدند و می‌جنگیدند. البته عملیات اینها در دو بعد سیاسی و نظامی میشه راجبش بحث کرد، چون سوای بیشتر عملیات ها جز مهمترین عملیات ها محسوب میشه به خاطر که اینا اهداف دیگه بجز جنگیدن داشتن و اونم به اصطلاح شکست اسلام و میهن اسلامی بود و میخواستن استانهای کرمانشاه، همدان و را تسخیر کنن، سپس به قزوین و تهران بیان و جمهوری اسلامی با قول خودشون شکست بدن. امیر سرلشکر سیاد شیرازی که اومد فرماندهی به دست گرفت، شنوک ها اومدن تعداد زیادی از نیروها رو جابجا کردیم، متجاوز از 400 راید پرواز کردیم، در حدود 500 ساعت پرواز ما کردیم. در عملیاتی که مرساد که در منطقه غرب این عملیات رخ داد، هوا نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از بالگردهای کبرا و همچنین بالگردهای شلوک و بالگردهای 214 در این عملیات به صورت مستمر شرکت فعال داشت و در همین زمینه هم سه فروند از بالگردها به مورد اصابت دشمن قرار گرفت که متاسفانه یکی از بهترین خلبانان هوا نیروز شهید فرزانان در عملیات مرساد و درجه رفیع شهادت نال. نیروهای رزمنده تازه نفس رسیدن، تعداد زیادی از اونها به ناگاه اسیر شد، تعدادی هم
با توجه به هماهنگی که بین خودشون داشتن و از ایشون اسیر گرفته شد خودشون عنوان کردن، به هیچ وجه سعی نمی کردن اسیر بشن. اینها در جیبهاشون یه سری قرصای سیانور بود که این قبل از اسارت اینها رو می خوردن و در عرض چند ثانیه اینها از بین می بردن. در همین راستا هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران تونست با شرکت 56 فروند بالیگرد و بیش از 400 ساعت پرواز عملیاتی کلیه نیروهای نفاق را در تنگه مرساد یا چهار تنگه چهار زبر تارمار کنه. در همین راستا هم هوانیروز از سایر پایگاه دیگر هم استفاده کرد که ما در این عملیات مرساد علاوه بر اینکه پایگاه هوانیروز یک پایگاه مادر بود و این عملیات را پوشش میداد، از پایگاه هوانیروز پشتیبانی عمومی اصفهان هم استفاده شد و تعدادی بالگرد هم از پایگاه هوانیروز کرمان به پایگاه هوانیروز کرمانشاه اعزام شدند. بیش از 30 فروند بالگرد هوانیروز از کرمانشاه به منطقه مرساد اعزام شد. حدود 708 ساعت پرواز طبق آمارها در 728 سورتی پرواز منطقه مرساد رو زیر آتش سنگین خود گرفتند. عملیات مرساد رو میتونیم فتح نهایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار داد کنیم، اون هم به خاطر اینکه بعد از پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای دشمن از این فرصت استفاده کردن و با هجوم گسترده جهت گرفتن اسرای بیشتر، به خاطر اینکه در طول 8 سال دفاع مقدس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از اسرای زیادی از عراقی گرفته بودند. به همین راستا اینا این حملات رو شروع کردند و منافقین هم که از بعد به شروع انقلاب اعمال خیالاتکاری خودشون رو طی می‌کردند و پناهنده شده بودند به رژیم بعثی، از این فرصت استفاده کردند و به جمع‌آوری نیروهای خودشون در اکثر کشورها در قالب 50 تیپ که هر تیپشون حدوداً نزدیک 250 نفر بود، اینا به صورت گسترده و با تجهیزات مدرن به روز. رجوی به نیروهایش القا کرده بود که در ایران کسی حاضر به جنگیدن نیست و با ورود شما مردم گروه گروه به ارتش آزادی بخش ملحق خواهند شد. بعد از اینکه این توجیه انجام شد، ما یک هفته تمام وارد آماده سازی عملیات شدیم. از تجهیز سلاح‌ها، آماده سازی سلاح‌ها، به نیروهای خارج کشوریش مسئول خارجی دستور آماده باش داده بود که شما بتونین هر تعداد نیرویی که میتونین رو بفرستین برای عملیات. سازمان برای اجرای تصمیمات خود اعضا و طرفدارانش را از کشورهای مختلف فراخواند. کانادا، نروژ، سوئد، انگلیس، آلمان، تمام کشور اروپایی می آمدند، به خصوص آلمان و انگلیس. سوم مرداد سال 1367 گروهک منافقین با آغاز عملیات فروغ جاویدان مدعی می شوند در مدت 3 روز تهران را فتح می کنند. منافقین در صدد بودند تا با این عملیات با تصرف شهرهای اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین و تهران جمهوری اسلامی را ساقط کنند. حمله کردند، آمدند، مردم اسلام آباد، مردم کرند با توجه به خیانت هایی که ارتش عراق در ابتدای جنگ داشت، فرضشون این بود که عراقی ها حمله کردن، لذا مردم سراسیمه از شهرها بیرون اومدن به طرف کرمانشاه. حضور مردم در میان جاده ها شرایطی رو به وجود آورد که به لطف خدا ترافیک خوبی انجام شد. تنها قدرت و تنها نیرویی که میتوانست این حرکت رو ادامه ده نیروی بود که در مدت طولانی در طول دوره جنگ در اختیارشون بودن و اون نیروی منافقین بود. رادیو منافقین
با ارسال پیام‌هایی از مردم کرمانشاه می‌خواست که زمینه را برای ورود ارتش به اصطلاح آزادی بخش مهیا سازند و آماده جذب در تیپ و لشکرها باشند. اینجا گردنه چهار زبر یا تنگه مرساد در 35 کیلومتری کرمانشاه است. در مرداد ماه 1367 نیروهای سازمان منافقین با استفاده از فضای به وجود آمده در روزهای پایانی جنگ خود را به این نقطه می رسانند. اینا اومده بودن زمان بندی کرده بودن، یه طرح منظری کشیده بودن از سر پل زهاب تا کرند و گفته بودن نیم ساعت، چون 30 کیلومتره، از کرند تا اسلام آباد نیم ساعت. اون موقع جاده ها دو طرفه بود، عینن الان یه طرفه نبود که یه طرف بره یه طرف بیاد با هم کار نداشته باشن. اون موقع لذا سبقت گرفتن خیلی سخت بود، خطر خیلی بود. اینا که از کنار مقر تاکتیک ما رد شدن، یه RPG زدن به سمت آمبولانس ما که یه مدار خاکی، این RPG خود بین من و شهید خالصی که یه مدار خاک ریخت رو چشم ما و سر ما که من فکر میکردم به ایشون خورده، ایشون فکر میکرد من خورده. اگر وارد هر شهر، وارد هر جاده بشن، با استقبال زیادی از مردم مواجه میشن. آنها پیش از آن که به کمینگاه برسند، از قصر شیرین، سرپل ذهاب، کرند غرب و اسلام آباد غرب عبور کرده بودند. اینجا دقیقا اون تنگه چارزبر و همون مرساد. اون وقت اینجا الان تابلوشو بگیری 10 کیلومتر اونا به اسلام آباد، 5 کیلومتر پایین تر دیگه تا سراهی حساب بکنی همه درگیری بود. تعداد نیروهاشون از اون مسیر تلاش میکردن که ارتفاع رو دور بزنن و تعداد این بر ارتفاع رو دور بزنن که بتونن گردنه رو آزاد کنن و بتونن عبور بکنن. منافقین عوامل خودشان از کشورهای مختلف را فراخوانی کردند و با تعداد زیادتری به تهران برسند. می‌خواستند بعد از اشغال شهر سرپل ذهاب 8 ساعته خود را به تهران برسانند. مرداد سال 67 مجاهدین وقت را مغتنم شمرده بودند تا به اصطلاح خودشان ارتش آزادی بخش را جایگزین دولت جمهوری اسلامی کنند. رادیو سراسری نیز در بین خبرها گفت تعدادی از نمایندگان مجلس به جبهه رفتند و دوباره اطلاعیه داد که رئیس جمهور نیز به جبهه می رود. مجاهدین تا تنگه چهار زبر بین اسلام آباد و کرمانشاه پیشروی کرده بودند و آنجا را اشغال کرده بودند. هدف عملیاتی مجاهدین از حرکت سریع با تانک‌های برزیلی دجله دارای چرخ‌های لاستیکی و سرعتی معادل 120 کیلومتر در ساعت انجام می‌شد، تسخیر چندین شهر و در نهایت رسیدن به تهران بود. تجهیزات و نیروهایشان ویژه جنگ شهری طراحی شده بود. خبرگزاری سپاه پاسداران، 4 مرداد 93. هدف مجاهدین از حمله در عمق خاک ایران با چندین تانک برزیلی دجله، تسخیر چندین شهر و در آخر رسیدن به تهران و به دست گرفتن قدرت بود. خبرگزاری قرآن، 5 مرداد 93. در رابطه با عملیات مرساد باید گفت که این عملیات تفاوت زیادی با دیگر عملیات‌ها داشت. یکی از این تفاوت‌ها این بود که هدف آن براندازی نظام بود. عملیات‌های دیگر همچون عملیات مجاهدین در فکه و مهران همگی اهداف محدودی داشتند. عملیات‌هایی که انجام می‌گرفت در جهت اهداف نظامی خاص بود، اما عملیات مرساد را دشمن با هدف براندازی نظام طراحی کرده بود. خبرگزاری فارس، 5 مرداد 93. مسئله مهم و تفاوت دیگر این بود که اگر دشمن مجاهدین به کرمانشاه می رسید، به نوعی سه استان ما به اشغال دشمن در می آمد،
یعنی که با تصرف کرمانشاه استان ایلام و کردستان هم به تصرف در می آمد. حتی اگر دشمن به اهداف کلی خودش نمی رسید این تصرف انجام می شد. خبرگزاری فارس 5 مرداد 93 سلاح‌هاشون رو ثابت کرده بودن، پشتیبانی‌های غذایی، کنسرو، امکانات، اینا همه چیز رو فراهم کرده بودن که تا تهران نیازی نداشته باشن. حتی اینها منتظر بودن که ورود پیدا کنن تو کرمانشاه، زندان‌ها آزاد بشن، در زندان‌ها رو باز کنن و کسانی که از منافقین وابسته به اینها هستن بیان به اینها ملحق بشن، به همین شکل سازماندهی کنن تا ادامه بدن بیان تهران. اینها چون عرض کردم میخواستن به اصطلاح اول مهر سال 67 عملیات رو انجام بدن، زود جلوتر با پذیرش قطعنامه که امام پذیرفت هول شدن، سریع اومدن که خودشونو به تهران برسونن. در این عملیات مجاهدین حدود 30 تیپ رزمی جهت تهاجم خود به خاک ایران تشکیل داده بودند. هر تیپ 170 نفر نیروی رزمی، 20 زن و 150 مرد در اختیار داشت که به همراه نیروهای پشتیبانی به 280 نفر می رسید و دارای 2 گردان پیاده، 1 گردان تانک، 1 گردان ادوات و 1 گردان ارکان و پشتیبانی رزم بود. عملیات موسوم به فروغ جاویدان با همراهی ادوات مختلف از جمله 120 دستگاه تانک، 400 دستگاه نفربر، 90 قبضه خمپاره انداز 80 میلیمتری، 30 قبضه توپ 122 میلیمتری، 150 قبضه خمپاره 400 میلیمتری، 1000 قبضه تیربار کلاشینکوف، 30 قبضه توپ 106 میلیمتری و 1000 دستگاه کامیون و ده ها اقلام دیگر پشتیبانی شد. خبرگزاری سپاه پاسداران و روزنامه جوان سپاه 5 مرداد 93. یک سری از نیروهای برخی یگانها که از منطقه گذر می کردند یا در منطقه مستقر بودند مقابل مجاهدین ایستادگی کرده بودند، اما سرعت و عجله مجاهدین و همینطور سماجت آنها باعث شده بود که خیلی از مدافعان در این مسیر نتوانند کار مؤثری برای توقف مجاهدین انجام دهند و تعدادی هم کشته شده بودند. مجاهدین برعکس عراقی ها که بعد از هر تک 2-3 ساعت تا تک بعدیشان طول می کشید، هر 10 دقیقه پشت سر هم تک می کردند و این خیلی از ما توان می گرفت. اینها پشت سر هم تک می کردند که توانستند در اثر این تک ها از خاکریز عبور کنند. بعضن هم انتحاری جلو می آمدند. سرتیپ پاسدار مهدی مهدوی نژاد که در زمان عملیات فروغ جانشین تیپ ضد قائم بوده و در حال حاضر سرکرده سپاه ضد علی ابن ابی طالب استان قم است. خبرگزاری سپاه پاسداران 5 مرداد 93 یک ستون به طول 4 کیلومتر مسلح به توپ، تانک، نفربر، تفنگ 106، خودروهای سنگین حامل مهمات و سایر ادوات نظامی و لوجستیکی جاده دشت حسن آباد را پوشانده بودند. پاسدار بهمن ریحانی، سرکرده سپاه ضد حضرت نبی اکرم و سرکردگان ارشد نظامی رژیم. خبرگزاری حکومتی مهر 5 مرداد 93 مجاهدین با جمع‌آوری نیرو از کشورهای مختلف اروپایی نیروی به استعداد تقریبی 15,000 نفر با بهره‌گیری از جنگ افزارهای خود از تنگه پاتاق واقع در غرب کشور حمله خود را به جمهوری اسلامی ایران آغاز می کنند. روزنامه جمهوری اسلامی 5 مرداد 93 پس از فراهم آمدن مقدمات، ستون ارتش آزادی بخش متشکل از 25 تیپ رزمی رأس ساعت 6 صبح روز دوشنبه 3 مرداد سال 67 پس از اجرای مراسم صبحگاهی از قرارگاه خود در عمق خاک عراق به حرکت در آمده و پس از طی مسیر تعیین شده در ساعت 4 بعد از ظهر از مرز خسروی عبور کرده و طبق پیشبینی ستون 5 بعد از ظهر از قصر شیرین و 6 بعد از ظهر از سرپل ذهاب عبور کردند.
نیروهای سازمان بدون درگیری و عبور از خط وارد شهرهای قصر شیرین و سر پل ذهاب شده و پس از عبور از کرند به سمت اسلام آباد پیشروی کردند و حدود ساعت 9:30 شب به اسلام آباد رسیدند و شهر را تصرف کردند. مجاهدین خلق در قالب تیپ‌های 200 نفره با تانک‌های برزیلی بسیار پیشرفته، با 80 آمبولانس و صدها خودروی سبک، دو کامیون اسلحه، آزمایشگاه و بیمارستان‌های صحرایی و بسیار مجهز وارد ایران شده بودند. سایت شفاف نیوز رژیم 6 مرداد 93. تفاوت دیگر این بود که در این عملیات دشمن توانسته بود بالغ بر 200 کیلومتر به داخل کشور نفوذ کند، به طوری که جنگ به دروازه کرمانشاه کشیده شد. این عملیات تا 10 کیلومتری کرمانشاه و دو استان ایلام و کردستان هم کشیده شد، یعنی بیش از 200 کیلومتر در عمق کشور نفوذ کردند. خبرگزاری فارس 5 مرداد 93. جان محمد که مسئولیت پشتیبانی جبهه‌های غرب را در سپاه بر عهده داشتند در کرمانشاه بودند. ایشان گفت دشمن به اسلام آباد رسیده. متعجب شدم. گفتم شما یک رو پیش به من گفتید دشمن به کرند رسیده. چطور 100 کیلومتر راه را در عرض این مدت کوتاه پیشروی کردند و به اسلام آباد رسیدند. خبرگزاری فارس 5 مرداد 93. مجاهدین در عملیات‌های نامنظم و نفر به نفر خوب می‌جنگیدند. در حالی که نیروهای ما از یال به کنار جاده رسیدند، به محض روشن شدن هوا، مجاهدین که در کنار سنگ‌ها و درختان مخفی شده بودند، شروع کردند به زدن بچه‌ها. خبرگزاری فارس 5 مرداد 93. پیام رهبری به عنوان امام جمعه تهران مبنی بر حضور ائمه جمعه در جبهه ها و حضور خود ایشان در صحنه نبرد باعث تحول و حرکت و انگیزه جدید و باعث جلوگیری از خطری بزرگ شد. خبرگزاری فارس 5 مرداد 93. پاسدار بهمن ریحانی، سرکرده سپاه ضد حضرت نبی اکرم استان کرمانشاه و یکی از رزمندگان حاضر در عملیات مرساد، در گفتگو با خبرنگار حکومتی مهر اظهار داشت عملیات مرساد در منطقه چهارزبر کرمانشاه یکی از پیچیده ترین رویارویی های نظامی ایران بعد از پیروزی انقلاب بود. این پیچیدگی دو عامل مهم داشت که اولین آنها رویارویی با گروهکی بود که نیروهای آنها ایرانی و فارسی زبان بودند. امکاناتی که آنها برای عملیات مرساد داشتند و البته پشتیبانی اطلاعاتی که از بیرون دریافت می‌کردند از پیچیدگی‌های نبرد مرساد بود. مجموعه این دو عامل، یعنی رویارویی با یک گروهک به ظاهر ایرانی و پشتیبانی همه جانبه تسلیحاتی و اطلاعاتی، باعث شده بود که یک عملیات روانی گسترده تا عملیات مرساد کلید بخورد. خبرگزاری حکومتی مهر 5 مرداد 93. دیدیم یک وانتی با سرعت دارد می رود. به خلبان کبرا گفتم از بغل با اون توپت. توپ 20 میلیمتری خوبی دارند. از 2-3 کیلومتری خوب می زند. یک رگباری بزن. ترتیبش رو بده. گفت اطاعت می شه. تا آمدم به جنبم دیدم هلیکوپتر رفته بالای سرش، مثل اینکه می خواهد اینها رو بگیرد. من گفتم جلو نرو، زیرا اگر بروی جلو می زنندت. یک دفعه هلیکوپتر را زدند. دیدم هلیکوپتر رفت، خورد به زمین شخ زده. یک دود غلیظی مثل قارچ بلند شد، مثل اینکه دود از کله ما بلند شد. که ای کاش نگفته بودیم برو، اشتباه کردم. حالا چه کار کنیم؟ خلبان را نجات بدهم؟ ما را هم می زدند. آنجا پر مجاهد بود. به هر صورت خلبانها را راضی کردم که برویم یک آزمایش کنیم، ببینیم می توانیم خلبان را نجات بدهیم. دیدیم هلیکوپتر دومی گفت من توپم کار نمی کند، نمی توانم پشتیبانی کنم. برویم آنجا، می زنند. گفتم هیچی، اینها که شهید شدند، برویم. خاطرات صیاد شیرازی و شوشتری، سایت فرجام نیوز، 5 مرداد 93. مردم همراه نظام بودن، با پیام امام جمع شدن، اومدن انسجام پیدا کردن، دوباره ورود پیدا کردن. دنیا
متحیر شد. برداشت خودم هست، وقتی قطعنامه رو ما پذیرفتیم، علی‌رغم پذیرش قطعنامه، رزمندگان اسلام به ویژه فرماندهان عالی رتبه جنگ ناراحت بودن، چون به هر حال میخواستن ادامه بدن دیگه، به یه نقطه برسونن. اما چون فرمان امام بود این حل شد براشون، اما ذائقه شون تلخ بود، ناراحت بودن. بعد از ریاست جمهوری حضرت آقا ایشون رو در از امام از پنج استان من کرد و استانهای مرزی غرب کشور که درگیر بود اینا. ولی موقعی که این احساس خطر شد، ایشون تو نماز جمعه اعلام کردن به تمام ائمه جمعه ها که حرکت بکنه و مردم رو تشویق بکنه و ترغیب بکنه به طرف جبهه، که خب اصلا خود ایشون هم بلند شد اومدن تو هم توی خوزستان و هم برای حتی تو عملیات مرصاد حضور پیدا کردن. اینکه جمهوری اسلامی نشون داد که صلح طلبه، یعنی حتی با اینکه ما قدرت به اصطلاح داشتیم و میتونستیم بزنیم از مرزم بریم باز دو مرتبه خیلی از شهرهای، چون ارتش عراق دیگه پاشیده شده بود، با اینکه اومده بود به ما حمله کرده بود، اما ما به اصطلاح اینو عقب زدیم به اصطلاح تا حد زیادی به اصطلاح آسیب سنگینی بهش وارد کرد، منافقین هم اینچنی شد، میتونستیم ادامه بدیم. اما چون حضرت امام قطعنامه رو پذیرفته بودن، گفتن تا فقط لب مرز، ولذا اینم یه مطلب بود. اینکه از نظر دیپلماسی به خاطر این قدرت ایران، باید بگیم دیپلماسی ایران در جهان دیگه حرف برای گفتن وسیلا داشت. و مطلب آخر هم این که دوستان و وفاداران به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی امیدوار شدن، یه مقدار شاید در طول دو سه ماه آخر جنگ ناامید شده بودن. میخوام بگم که بعد از پذیرش قطعنامه که بعد از ماه عراقی گفتن، واقعا بچه ها خیلی ناراحت بودن که چرا حضرت امام قطعنامه رو نمیگفتن چرا پذیرفته، نه میگفتن همون جوری که حضرت امام فرمودن برین جنگ، همون جوری هم حالا که پذیرفتن سمعن و طاعت، ولی یه فقیه هرچی بگه همونه. اما این که فرموده بودم من جام زهر رو نوشیدم، از این خیلی ناراحت بودن، از این خیلی بچه ها سخت بود برشون، لذا گریه میکردن واقعا بچه ها. و در نهایت تو اینجا که نشون دادن، بچه ها اومدن به امام در عمل گفتن ما هستیم، پشت سر شما هستیم، شما رو تنها نمیذاریم، ولایت و ولی امر مسلمین رو تنها نمیذاریم، و نشون دادن. البته این لطف خداوند بود، معجزه الهی بود. ما برای بود و نبود نظام میجنگیدیم، دفاع کردیم، این رو مردم درک کردن. برادران، امروزه ایران و اسلام لازم و مرزوم یکدیگرند، به طوری که استعمار برای از بین بردن اسلام، ایران را هدف تهاجمات خود قرار داده است، چون میداند اسلام اصیل هیچگاه زیر بار استعمار نمی رود و به ظلم ستمگران زمان گردن نمی نهد، که همانا قبول ظلم به اندازه ظلم کردن گناه دارد. حالا اگر دشمن متجاوز به خاک شما تعرض کرده، این در واقع دست آمریکاست که این بار از آستین منافقین کوردل بیرون آمده است. این نشستی در منطقه تجاری لدفانس در حاشیه پاریس، میزبان تهمانده های گروهک تروریستی منافقین و دعوت شدگان هم برای سخنرانی، همنشینان دائمی این گروهک از آمریکا جان بولتون، فرانس تانسند و پاتریک کندی، از اتحادیه اروپا استیونسن و از فرانسه هم برنار کوشنر. هدف این نشست براندازی و تغییر نظام با حمایت آمریکایی ها. این به طور خاص موجب خوشنودی من است که امروز تحت شعار تغییر حکومت ایران در میان شما باشم. مدت زیادی است که من معتقدم سیاست آمریکا نباید مذاکره با نظام ایران باشد، بلکه باید سرنگونی این حکومت را دنبال کند. فرمانده این عملیات علی صیاد شیرازی بود که در سال 1378 توسط سازمان مجاهدین خلق به طرز مظلومانه ای به شهادت رسید. مراسم گرامی داشته عملیات غرورآفرین مرصاد امروز در کرمانشاه برگزار شد. اینجور تعریف کرده بودن که اگر وارد هر شهر، وارد هر جاده بشن، با استقبال زیادی از مردم مواجه میشن. یه دونه از این استیشن های منافقین زده بود به خط، همه ماشین هایی که سوخته بودند و اینها این تونسته بود عبور بکنه، یعنی یه دونه استیشن با یک وانت
که با همدیگه عبور کردن. انهدام واقعی از اینها به عمل اومد، اما باز ما میبینیم که بعد از این اتفاقات هم که برایشون افتاده، برای مابقیشون باز میبینیم عنوان مزدور توی این برانور ازشون استفاده میشه. همین الان به عنوان نیروهای داعش یا تو سوریه بر علیه مردم. پاریس محل هماهنگی های جدید تروریست های سوریه با گروهک تروریستی منافقین. اسباب بازی کوک شده غربی ها در پاریس هم در این دیدار از حمایت گروه های تروریستی سوریه از منافقین قدردانی کرده. ساعت 2:10 کم بود من رفتم جایی که باید ملاقات صورت میگرفت، آقای هاشمی آمده بود. قبل از اینکه برم وارد اون سالن بشم و اون جلسه، یه دفعه تلفن توی سالن به من صدا زدن که فلانی تلفن فوری داری. من مجددا رفتم دیدم که فرمانده سپاه کرند ماست. گفت فلانی وعده ما به قیامت، عراقی ها حمله کردند و الان اول شهر کرند درگیریه. من اسلحه و مهمات رو گفتم از شهر ببرن. من هرچی بهش گفتم که چته تو، مگر حالت خوب نیست؟ این چیزا چیه میگی؟ ایشون دیگه تلفن قطع کرد و ما آمدیم درون جلسه‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی نشسته بود، فرماندهان ارتش و اینها بودن. من به آقای هاشمی گفتم که ایشون سوال کردن خب وضعیت جبهه ها چه خبر؟ من بهشون گفتم که من خبری دارم که این خبر اگه صحت داشته باشه اهمیتش از این جلسه بیشتره. گفت چیه؟ گفتم که لحظات قبل فرمانده ما زنگ زده و گفته عراقی ها حمله کردن به کرم. ایشون گفت نه اصلا صحت نداره، چون ما در جنوب اینا رو پس زدیم. به یک بار گفت، یه بار دیگه بگو تو چی گفتی؟ من یه بار دیگه اون چی که فرمانده ما گفته بود به ایشون گفتم. یه سکوتی تو جلسه شد. به من گفت بلند شد از این تلفن زنگ بزن به کرن ببین چه خبر. خط ویژه بود. من بلند شدم هرچی تلاش کردم نتونستم کرن رو بگیرم. تلویزیون شبکه 2 به تاریخ 5 مرداد ماه. سپاه اسلام که با استعداد 5 لشکر و 3 تیپ و در مجموع 22 گردان وارد عملیات شده بود، در مواجهه با نیروی شامل 20 تیپ از منافقین به استعداد 20 گردان منظم 150 نفری نبردی را سازمان داد. ۲۳ تیر دو فیلم فاخر برای صیاد شیرازی و حسن باقری ساخته می شود. سوم مرداد سال روز آغاز عملیات مرساد. چهارم مرداد پشت پرده حضور زنان در عملیات مرساد. عضو کمیسیون امنیت مجلس، منافقین با سوسن و به دنبال فتح تهران. چهارمین شماره از نشریه رمز عبور منتشر شد. پنجم مرداد عملیات مرساد فروغ جاویدان. مجله خبری عملیات فروغ جاویدان. بزرگداشت مرساد ویژه برنامه عملیات فروغ جاویدان. مراسم گرامی داشت عملیات مرساد. از مجاهدین تا منافقین. عملیات ظفرمند مرساد تحلیل های غلط منافقین را برملا ساخت. عملیات مرساد سوژه فراموش شده. کتاب عملیات مرساد و سرنوشت منافقین منتشر شد. مرساد سند هوشیاری همیشگی ملت. کتاب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط. از فروغ جاویدان تا مرساد. ششم مرداد پایگاه اطلاع رسانی گلزار شهدای تهران رونمایی شد. توهمی که برای سازمان مجاهدین تبدیل به مرگبارترین خاطره شد. روایتی از عملیات مرساد.
همزمان با سالروز عملیات مرساد مراسم رونمایی از سایت یا شهید. مصاحبه هاشمی نژاد. هفتم مرداد، پاسدار ویسی از روزهای آخر جنگ تحمیلی گفت. به بهانه پنجم مرداد، سالروز عملیات مرساد در کرمانشاه. روایت حیرت انگیز شهید صیاد شیرازی از عملیات مرساد. خودکشی منافقین با سیانور. هشتم مرداد، روایت صیاد شیرازی از عملیات مرساد. 26 سال پس از فروغ جاویدان، لرزه پایان ناپذیر سرنگونی در ارکان و مزدوران رژیم. ربع قرن پس از گذشت دروغ جاویدان، قسمت سوم. شهید شوشتری نقش برجسته‌ای در عملیات مرساد داشت. از جولان صیاد شیرازی تا خاطره مادر سه شهید در عملیات مرساد. تأملی دوباره در عملیات مرساد، نتایج و پیامدها. درخششی دیگر، گفتار متن فیلم روایت فتح درباره مرساد. مرساد پایانی بر رویای منافقین. منافقین با سوسن و ثریا به دنبال فتح تهران. دستاورد بزرگ در عملیات مرساد. ذهن مسموم و توهم اعضا. عملیات مرساد عامل سرفکندگی کاخ سفید و رسوایی منافقین. اعتراف خنددار منافقین در سالروز عملیات فروغ جاویدان. تجاوزی که در آن منافقین متحمل تلفات سنگینی شدند. هاشمی نژاد. روزی که منافقین به صورت دست جمعی سیانور می‌خوردند. رجوی فاقد آینده بینی و دیدگاه بلند مدت است. از روایت شهید صیاد شیرازی از عملیات مرساد. عملیات فروغ جاویدان، شکست بزرگ تاریخی رجوی، قسمت اول. از علمود تا اشرف و از حیدرخان تا مسعود میرزا. مسعود رجوی و تراژدی فروغ جاویدان. ربع قرن پس از گذشت دروغ جاویدان، قسمت دوم. ربع قرن پس از گذشت دروغ جاویدان، قسمت اول. به بهانه عملیات فروغ جاویدان. وعدگاه خدا برای اضمحلال منافقین. رجوی نه به دنبال پیروزی که به دنبال تثبیت رهبریش بود. ربع قرن پس از گذشت دروغ جاویدان. ربع قرن پس از گذشت دروغ جاویدان، قسمت سوم. اشاره به فروغ در معرفی کتاب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط. عملیات فروغ جاویدان، مرساد. از علموت تا اشرف، مطلب نوریزاده. مصاحبه با مزدور ایرج صالحی درباره فروغ. میزگرد مزدوران نجات در آذربایجان. سالگرد عملیات فروغ جاویدان. منافقین ضلع سوم ناامنی در عراق چندین بار به دیدار تروریست‌های تکفیری رفتند. برگزاری جشنواره تئاتر مرساد در کرمانشاه. نقش نفوذی‌های منافقین در عملیات مرساد.
مصاحبه با مزدور اطلاعات علی مرادی. اشتباه در آمدن تحلیل‌های سازمان. مزدور زهرا میرباقری. شکاف امشب وسط تشکه. نه اون تشک، نه تشک کشتی. چرا؟ چرا نداره عزیز جون؟ واسه خاطر دور جدید کشتی علی گدا و اکبر کوسه دیگه. حالا میریم که داشته باشیم یه فن زیر بغل از ولی فقیه زهر خورده. اما بشنوید از ادامه رسیدگی به پرونده متهمان فتنگی 88 و اینکه تعداد این رسیدگی ها از 28 نفر به 38 نفر رسیده و حکم 14 نفرشون هم قطعی و به اجرای احکام فرستاده شده. اجرایی درباره مجازات هایی تعیین شده برای این مجرمان هم گفته فقط میزان حبسشون 1 تا 13 ساله. پرونده متهم میمه که از 3 روز قبل در دادگاه غیرعلنی کلید خورده هم سوال خبرنگارا از سخنگوی دستگاه قضا بود. الان دادگاه را قاضی محترم تشخیص داده به صورت غیرعلنی برگزار کرده و چون غیرعلنی هستش، نه کیفرخواست به اصطلاح منتشر نمیشه، جلسات دادگاه فعلا منتشر نمیشه. بعد از اینکه حکم صادر شد، قطعی شد، اون موقع بالاخره در اختیار رسانه ها و مردم قرار میگیره. علمی اجمالا من عرض بکنم که اجمالا اتهام ایشون هم اقتصادی است هم امنیتی. این که دیدید و شنیدید گزارشی از خیز علی گدا واسه خاک کردن کوسه بود. حالا چرا؟ چون کوسه و شیخ فری فک علی گدا رو وا کردن و همینجوری دارن شور زهر رو میریزن تو حلقومش. مذاکرات هم تمدید شده دیگه. نگو این یعنی قوز بالا قوز، یعنی زهر بالای زهر. واسه همین علی گدا میخواد با یه فن کمر بچه کوسه، یعنی همون مینه رو دراز کنه و نوک اکبر رو بچینه. بالاخره تعلل چند ساله در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی این هفته و با برگزاری جلسه غیرعلنی دادگاه در روزهای شنبه و یک شنبه به پایان رسید. آغاز محاکمه را باید به فال نیک گرفت. البته اگر سرانجام صدور حکم آن مانند حکمی که برای خواهر مهدی هاشمی رفسنجانی به جرم اقدام علیه امنیت ملی فال بدی را به ارمغان نیاورد. پرپیداست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این بار نخواهد گذاشت غبار زمان جرائم این فتنه‌گر را بپوشاند و ماست مالی کند. این گرگرای شربت نداری؟
و باقی دلواپسا واسه اینه که میبینن دوم به کوسه تا اندرونی قوه قضاییه هم رفته و اکبر و شیخ فلی دارن با غیر علنی کردن دادگاه میمهه قضیه رو ماستمالی میکنن. اینم یه نمونه دیگه از قرولاند جکوتونه برای ازما. تأخیری که در رسیدگی به پرونده آقای مهدی هاشمی صورت گرفته است واقعا جای دلخوری و به هر حال گلایه از قوه قضاییه دارد که چرا این مسئله تا این زمان طول کشیده است. خب دوستان، درست تو همین نقطه است که اکبر کوسه کنده افلاک عظما رو میکشه و میره واسه یه ضرب فنی. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری نامگذاری امسال از سوی رهبری به فرهنگ اشاره کرد و گفت صداقت گفتاری و رفتاری، احترام به مردم و خواسته های اونها و پرهیز از دروغ و تهمت و توهین اصل فرهنگ و زیبنده نظام اسلامی نیست که در سال فرهنگ شاهد افزایش گفتار و رفتار و غیر اخلاقی در جامعه و به ویژه در رسانه ها باشیم. به این میگن فن فریب. اسم علی گدا رو میاره و یه سال فرهنگی خرج میکنه، بعد با عمامه میره تو صورت عظما. از اون طرف هم رسانه ها و نوچه هاشو تیر میکنه که از این برا اون بر سیخ نماز جمعه رو فرو کنن تو جیگر عظما. وزیر اطلاعات، جای خالی بحث های هاشمی در نماز جمعه. خلاصه که وضعیت حسابی قراش میشه، یعنی بزن بزنه. چه بزن بزنی؟ ته خط باید دید بالاخره محاکمه این میمه به کجا میکشه، یعنی سر زیر بغل علی گدا جواب داره یا کنده افلاک اکبر کوسه. موشکاف همچنان رو تشکه و هر دوتاشونو زیر نظر داره. این وسط چیزی که له و لورده میشه نظام ولایت فقیهه. موسیقی.